گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گرین سوتین کوسی جان و صاحب بریتانیا آماده شده است. دوام چند دقیقه که در اختیار داریم، درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد. پارلمانی توجیکستان با تصویب طرح قانونی نو درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت رحمون را به طور رسمی لیدر مدام العمر توجیکان اعلان کرد. بر پایه این قانون، امالی رحمون و اعضای خانواده او از حقوق دخل ناپذیری برخوردار بوده، مورد پایگرد قانون قرار نمیگیرند. امالی رحمون برای تمام عمر با منزل، محافظان و نقلیات خدماتی تامین خواهد بود و در حجم 80% معاش امروزش نفقه پولی دریافت میکند. به حیث پیشوای ملت در گوش دان غرا و در شهر دوشنبه دفتری کاری خواهد داشت. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش رومیش رومین. قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت برای امام علی رحمان حقوق می‌دهد که بعد ختم دوران کاریش در مقام رئیس جمهوری نیز در امور دولتداری سهیم و از وکالت‌های پرزیدنتی برخوردار باشد. قانون به پیشوای ملت صلاحیت‌هایی می‌دهد که در حالت‌های ضروری به خلق تاجیکستان و به مقامات دولتی مراجعت نماید. در جلسه‌های مجلس عالی، شورای امنیت و جلسه‌های دیگری مهم دولتی شرکت ورزد و مشورت دهد. اجرای مشورت های پیشوای ملت برای همه نهادهای دولتی حتمی بوده، مسئله های مهم سیاست داخلی و خارجی با او موافقه کرده می شوند. سید جعفر اسمانوف، وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان معتقد است که پرزیدنت رحمان در راه آشتی طرف های جنگ شهروندی جان خود را به گرو گذاشته توانست از ادامه برادرکشی جلوگیری کند و از این رو او در حقیقت اساسگذار صلح در تاجیکستان می باشد. این قانون پرزیدنت کنونی جناب علی امام علی رحمان همچون پیشوای ملت حقوق دارد که در قبول قرارهای حکومتی تاثیر ببخشد، راهنمایی کند، همکاری کند. ابتدا از جنگ شهروندی تا امروز همین شخصیت در همه موفقیت‌های سیاست داخلی و بیرونی جمهوری تاجیکستان رهبری می‌کردند. تاجیکستان یک جو به یک جو با رهبری همین کسی رفت. ما دیدیم که در حقیقت سرسپرده ملت و وطن است می‌آدم. همین انسان رو باور کردن ممکن است. برای همین شاید پرزیدنت دیگری شود که ما نه اونقدر او را باور کرده بودیم، چقدر که امام علی رحمان را باور می‌کنیم. در اون حالت همون پرزیدنت توزه انتخاب می‌تواند راهنمایی کند. اما نماینده های احزاب مخالف و برخی از شخصیت های مطرح تاجیکستان قانون مذکور را نیرنگ نوبتی می حسابند که شرایط را برای ادامه حضور در عرش حاکمیت فراهم می کند. آنها عنوان این قانون که رحمان را اساسگذار صلح و وحدت ملی نامیده است ناصحیح می شمارند. به اندیشه آنها اساسگذار صلح و وحدت به قلم دادن یک نفر زیاده روی است، چشم پوشی و نادیده انگاریدن واقعیتی که هنوز از آن دو ده سال نگذشته و رنگ امضا روی سند سازشنامه عمومی صلح که به دو کس متعلق است خشکیده نشده است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت زحمات سید عبدالله نوری و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در راه استقرار صلح در تاجیکستان و نقش کمیسیون آشتی ملی در بازگرداندن گریزه ها و شرکت احزاب سیاسی در معرکه های مهم سیاسی را نباید فراموش کرد. جناب عالی، وقتی که وخری ها میکند میفهمد قسمان دستگیری میکند. شما دیدید که چقدر دستگیری میکنند، بیوای و بیچاره و صغیره و کمبغل و اینا دستگیری میکنند. اون خدمت هایی که در طول 22 سال امام علی رحمان برای تاجیکستان کرده است، های پیشوای ملت اعلانش کردن، بیگویم وای پیشوای ملت است، به قرار شورای عالی هم وای پیشوای ملت بود. وکیلان پارلمان قبول این قانون را یک ضرورت تاریخی و افاده احترام مردم به زحمت و خدمت های پرزیدنت رحمان در امر دستیابی به صلح و ثبات در کشور و تحکیم استقلالیت دولتی معنی داد می کنند. عدالت رحمان و سابق دپوتت شورای عالی تاجیکستان و از مبالغان و جانبداران پرزیدنت رحمان و سیاست های او بر این باور است که رحمان بدون قبول این قانون نیز پیشوای ملت اعتراف شده است و وکیلان پارلمان تنها درخواست و خواهشات مردم را جامعه قانون پوشانیده اند. یگان ضرورت برای قبول کردن قانون جهت دادن مقام حقوقی همچون پیشوای
پیشوی ملت به امام علی رحمان نبود. باعث تاسف است که این دفعه نیز به جای تجربه های خوبی کشورهای پسا شوروی و بعضی اروپایی مرکزی شرقی گرفتن، ما تجربه های بدی اونها میگیریم و کفالت حقوقی و زمینه اجتماعی را برای تا ابد تامین نمودن زمینه حقوقی برای انتخاب شدن پرزیدنت امام علی به وجود آوردیم که این خوب نیست. قانون را من تحلیل کردم، بعضی چیزها از قزاقستان گرفته شده است، بعضی چیزها از ایران گرفته شده است، از آلمان و ژاپن و بریتانیا کبیر. همین طور ماهیت و استراتژی قبول شدن قانون باعث تاسف است که اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی کم رنگ تر میکند، تشبث شهروندان را پخش میکند، رقابت سیاسی را ضعیف میگرداند. این حال بابا نظارو از مدافعان فعال حقوق بشر در تاجیکستان میگوید در قانون اساسی سرور دولت همچون پرزیدنت نام برده می شود و پیشوای یا داهی نامیدن پرزیدنت ضربه به ماهیت و مفهوم دموکراتی می باشد. من فکر می کنم که عموماً در دولت دموکراتی این مفهوم عموماً وجود ندارد. تنها دولت های خودکامه به خودشون روا می بینند همچون پیشوای ملت. مفهوم پرزیدنتی این چیزی قبول شده است در کانستیتوسیا، در معیارهای بین الخلقی. اونهایی که این کارو کردن، اونهایی که پیشنهاد کردن، اونها به ضرر پرزیدنت رحمانوف کردن، چون که اون دولتایی که توتالیتاریسمشون خیلی ترقی کرده است به این چیزها راه میتین و منصب پرزیدنتی این یک موقتی است، به یک مدت وای رو انتخاب میکنن، مردم به وای حقوق میدهد. عموما مفهوم پیشوای ملت به مفهوم دموکراتیا خیلی زید است، حتی به همین کانستیتوسی خود تاجیکستان زید است. در قطار بسیاری از امتیازات سند مذکور احترام گذاشتن و جوابگری برای رفتار نامناسب نسبت به پیشوای ملت را به تنظیم می درآورد. طبق یک نظرسنجی ویرتوالی که خبرگزاری تاج نیوز دایر کرد، به سؤال رسما پیشوای ملت خواندن امام علی رحمان را چگونه قبول کردید، بیشتر شرکت کنندگان 78% پاسخ منفی داده اند. رامش رامین، دوشنبه. سامیانی گرامی، این بود اون همه چیزی که میخواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوی نیکوسی جان و صلح بریتانیا آماده شده است. باشند رامان هرزانه عبدالقیز. گزارش و دیگر مواد خواندنی موروش میتوانید چون همیشه یه در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخویم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.